یه 100% همه دستگاه ها برای مقابله با کرونا. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار وزرای کشور و بهداشت ضمن دریافت آخرین گزارش ملی از روند شیوع کرونا و اقدامات پیشگیرانه و مقابله ای با آن بر هماهنگی کامل و 100% همه دستگاه ها در فاز جدید مبارزه با این بیماری تاکید کرد. آقای لاریجانی بررسی های میدانی در استان ها و دریافت به هنگام اطلاعات دقیق از نیازمندی های مردم و مراکز درمانی را هم لازمه تصمیم گیری هماهنگ در مقابله با کرونا دانست. رئیس مجلس ترمیم و جبران افت شماری از کسب و کارها در کشور به دلیل شیوع کرونا را ضروری خواند و تاکید کرد حمایت از کسب و کارها در وضع فعلی باید در ستاد اقتصادی دولت پیگیری و تمهیدات ویژه برای آن اندیشیده شود. آقای لاریجانی همچنین با توجه به احتمال سفر برخی از شهروندان در این ایام از وزرای کشور و بهداشت خواست تا با همکاری صدا و سیما هشدارهای لازم را در این خصوص به مردم بدهند. در نشست امروز ستاد مقابله با کرونا استان تهران هم آخرین اقدامات صورت گرفته در مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و موضوع تأمین دارو بررسی شد. تعطیلی ادارات در هفته آینده هم از دیگر موضوعات نشست ستاد مهار کرونا بود. دیروز هم آقای رئیس جمهور در هیئت دولت اشاره فرمودند که بنابر تعطیلی نیست و کمف سابق، منتها از اون ظرفیت هایی که در اون بخشنامه تأکید شده بود که نیروهایی که داره بیماری زمینه ای هستن، داره مشکلاتی هستن، بالاخره وضعیت ویژه ای دارن، تقریبا 15 گروه یا کسانی که میتونن دورکاری انجام بدن میتونن از این ظرفیت استفاده بکنن که ما بار حضور افراد رو در سازمان های دولتی به حداقل برسونیم. وسایل و محصول‌های گندزدایی و ضدعفونی کننده نیروی زمینی سپاه هم رونمایی شدند. چادر ضدعفونی کننده اوزونساز، دستگاه بررسی سلامت آب و ماشین‌های ضدعفونی کننده با قابلیت مهپاشی از جمله این دستاوردهاست. تولید این چادر 2 سال زمان برده است و در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا برای گندزدایی در دسترس بیمارستان‌ها و مراکز درمانی قرار خواهد گرفت. 12 بیمارستان نیروی زمینی سپاه هم در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت. ورود سپاه خب از همون روزهای آغازین عزیزان ما در سپاه پشتیبانی همه جانبه و تمام کمالی رو دو ابعاد درمانی، پیشگیری، بهداشتی، دارویی، لوجستیکی و موارد مختلف رو داشتن که خب تقریبا ما دیروز هم شاهدیم بودیم که از روز گذشته عزیزان در سپاه تهران بزرگ تأمین حدود 10,000 بنا دارن که 10,000 بسته اقلام مواد غذایی متشکل از مواد پروتئینی و سایر موارد رو با اولویت تأمین در مرکز بهداشتی و درمانی ارائه خدمات مستقیم کرونا و در مرحله بعد برای بیماران و سوم در مورد مراحل همون مرکز اقامتی بین‌المللی که جناب محسن بندر اشاره فرمودند ان شاء الله باشه. ما دیشب اولین محمول اینها رو توضیح کردیم در بین 3 تا دانشگاه، امروز ان شاء الله محمول بعدی خواهد رسید و تا سقف 10,000 تا رو تعهد کردن که تامین کنه. فرمانده نیروی انتظامی هم در قرارگاه مقابله با ویروس کرونا در ستاد ناجا بر اصلاح چرخه توزیع مواد بهداشتی و ضدعفونی تاکید کرد و گفت اجازه موج سواری به فرصت طلبان نمی دهیم. سردار حسین اشتری با اشاره به تنوع و گستردگی ماموریت‌های نیروی انتظامی گفت نمی‌توانیم روند خدمات دهی به مردم را تعطیل کنیم، اما در چنین شرایطی با تأمین و تجهیز زیرساخت‌ها ارائه خدمات غیر حضوری را تسهیل و تسریع می‌کنیم. خب هم اکنون به استودیوی ویژه خبرهای کرونا میریم تا مطابق هر روز همکارم آقای حیدری شما رو در جریان آخرین اخبار این بیماری قرار بدن. آقای حیدری سلام عرض میکنم، روز بخیر. سلام آقای دوریان بر شما و سلام به بینندگان عزیز خبر نیمروزی. بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، مراسم 2 پنجشنبه آخر سال و زیارت اهل قبور در آرامستانها و تحویل سال در مکانهای متبرک در کشور با توجه به شیوع کرونا ممنوع شد. درخواست
عاجزانه و استدعا میکنم از همه شهروندان خوبمون، از همه هموطنانمون، از همه همشهریان عزیز تهرانی که زیارت اهل قبور در پایان سال رو به زمان دیگری موکول کنند. من پیشنهاد میکنم که بجز مردمی که برای تدفین عزیزانشون میان که اون هم کم تشریف بیارن، اصلا تحت هیچ شرایطی عزیزان در محوطه‌ها، اماکن، ساختمان‌ها، شیرهای آب اصلا ترددی نداشته باشن. نماز جمعه این هفته هم در مراکز استانها برگزار نخواهد شد. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در اطلاعیه اعلام کرد طبق ابلاغیه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، نماز جمعه 23 اسفند در مراکز استانها برگزار نمی شود. در پی انتشار شایعه تعطیلی جایگاه‌های سوخت با هدف مقابله با ویروس کرونا و تشکیل صف‌های طولانی در جایگاه‌ها، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه اعلام کرد سوخت در جایگاه‌ها مطابق معمول و در 24 ساعت شبانه روز توزیع میشه و هیچ گونه برنامه تعطیلی در روزهای آینده نخواهد بود. عضو هیئت مدیره کانون جایگاهداران کشور هم از مردم خواسته در مراجعه به جایگاه‌ها باک خودروهاشون رو پر کنن تا از مراجعه مکرر به جایگاه‌های سوخت جلوگیری بشه. نخستین نتایج طرح بسیج سراسری مقابله با کرونا، قم و گیلان به آرامش نسبی رسیدند. وزیر بهداشت با اشاره به آثار این طرح گفت این طرح که در 4 استان شروع شده و نتایج کاملا مطلوبی هم داشته به زودی در همه استانهای کشور اجرا میشه. در طرح بسیج سراسری مقابله با کرونا با استفاده از پرونده الکترونیک سلامت و ارتباط با خانواده ها روند بیماریابی سرعت بیشتری میگیره و زنجیره انتقال بیماری قطع میشه. من به شما این مژده رو بدم، گرچه نباید از این موج خوشنودی دچار توهم بشیم، در گیلان، در قم و در نقاط دیگه که ما این کار رو شروع کردیم، در چند روز گذشته موج ورود نسبت به خروج منفی شده. یعنی ما الان در گیلان و قم رسیدیم به نقطه‌ای که خوشبختانه دیگه امواج طوفانی رو قطعا دیگه نداریم و همکاران ما در این 2-3 روز یک آرامش نسبی کسب کردن و من چون هر روز روزی چند بار با مدیرانم در استانها در تماسم، تنها روزهایی است در این 2-3 روز گذشته که همکاران ارجمند من در قم و گیلان به خصوص به یک نقطه آرامش نسبی بعد از اون طوفان بیماری‌هایی که گرفتارشون کرده بود رسیدن. ما در 2 روز گذشته حدود 3.5 میلیون نفر رو ارزیابی کردیم. در بین این 3.5 میلیون نفر 1200 نفر رو شناسایی کردیم که باید تحت مراقبت قرار بگیرن و در بین اینها فقط 270 نفر بستری شدن و حدود 2700 نفر آدم هایی هم که با اینا کنتکت داشتن شناسایی شدن به عنوان 10 نفر اصلی و اونها هم تحت مراقبت قرار گرفتن که ما خوشبختانه میتونیم بگیم در این جمعیتی که ما در 24 ساعت تا 48 ساعت گذشته که سرعت هم تازه کند بود، اوائل کار بود، ما توانستیم افراد پرخطر رو شناسایی کنیم و از چرخش اینا در داخل بقیه افراد جلوگیری کنیم. آقای نمکی افزود تعداد آزمایشگاه‌های کشور برای تشخیص این ویروس نیز از 3 به 50 رسیده و هفته آینده به 70 آزمایشگاه خواهد رسید. وزیر بهداشت همچنین به شدت از افرادی که به توصیه‌ها توجهی نمی‌کنند و به سفر میرن گلایه کرد. واقعاً ضمن گله‌مندی بسیار شدید از اینکه هم نفس همکارای ما رو گرفتن، هم خودشون رو به زحمت انداختن، چقدر باید این حرف رو به مردم زد. آخه اینکه ما این همه خواهش میکنیم، بابا امسال یک سال استثنایی است، شاید در یک قرن یک بار همچین اتفاقی برای مملکت برای دنیا بیفته. امروز میدونید که سازمان جهانی بهداشت پاندمی اعلام کرد در دنیا. سازمان جهانی بهداشت به ندرت در طول یک قرن ممکنه که یه همچین پدیده رو در حد پاندمی اعلام کنه. متاسفانه در یک چنین شرایط سخت مردم همراهی کافی نمی کنند. ما
متاسفانه در مراکز خرید قلقله است. در سطح شهر دیروز من داشتم می اومدم، ترافیک شهری و عیاب و ذهاب انگار نه انگار که یه همچه اتفاق مهمی در کشور رخ داده. مردم خیلی عادی دارن تو هم می گردن. خب می شود امسال رو به عنوان یک سال استثنایی جوری دیگه باش برخورد کرد. این خیلی قبیحه که یک ملتی با دیرینه فرهنگی ایران زمین مقایسه بشه، این جنب و جوش شهری و بین شهری و سفرها، با یک کشوری که سالها از نظر فرهنگی از ما دورتره و متاسفانه اونها همه چی رعایت میکنن، خیابانهای خالی و خلوت، مراکز خرید بسیار بسیار خلوت و اصلا در حد صفر، مسافرت ها در حد صفر، ماندن مردم در خانه 100% مگر موارد بسیار استثنایی و ضروری، اونم با هماهنگی دولت ها. اینجا همه را میفتن به سفر. اگر مردم امسال میخوان سینی به نام سلامت بر سفره هفت سین اضافه کنند، باید واقعا به این حرفا گوش بدن. ما انشالله در نشستی هم که شنبه داریم در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا قرار که این رو انشالله تصویب کنیم که اولا در خروجی شهر کیپ بگذاریم، هر مورد مشکوکی رو بلافاصله برگردونیم به یا به محلی که خودمون تعیین کردیم یا به شیوه های دیگه، و یک جریمه سنگین رو هم قرار انشالله تعیین کنیم برای افرادی که میدونن آلودن، مشکوکن به آلودگی، گوش به حرف نمیدن، پا میشن راه میفتن و باید جریمه این به حال ندانم به کاری و نافرمانی اجتماعی رو بپردازن که اون رو هم انشالله تعیین میکنیم و قطعا هم خواهیم کرد. استفاده از فناوری دیجیتالی دوسویه برای تشکیل جلسات مجلس. این فناوری در دستور کار مجلس قرار داره ولی به گفته مدیر کل روابط عمومی مجلس زمان اجرای اون فعلا مشخص نیست. استفاده از فناوری دیجیتالی دوسویه برای برگزاری جلسات علنی مجلس در هفته آینده صحت نداره. از مدت‌ها قبل و قبل از آغاز شیوع بیماری کرونا سامانه تحت عنوان مجلسیار مبتنی بر فناوری دیجیتالی دوسویه در قوه مقننه طراحی شده بود که هدف از طراحی این سامانه استفاده نمایندگان محترم در ایفای وظایف قانونیشون بود و بعد از آغاز شیوع بیماری کرونا و منع صریح ستاد ملی مقابله با کرونا از تشکیل جلسات علنی و غیر علنی مجلس که این منع هم با هدف مقابله با گسترش بیماری کرونا در جامعه صورت گرفته بود، هیئت رئیسه محترم مجلس راه حل‌های مختلفی رو مورد بررسی قرار داد. یکی از این راه حل‌ها استفاده از امکان فناوری دیجیتالی دوسویه برای برگزاری جلسات علنی مجلس بود که در این زمینه همکاری‌هایی از ناحیه وزارت ارتباطات صورت گرفت و کارهای خوبی انجام شد. منتها با توجه به پیچیدگی‌هایی که استفاده از این امکان داره، زمان قاطعی رو نمیتونیم مشخص بکنیم برای بهره برداری از این امکان. در خانه بمانیم تا زنجیره شیوع کرونا را با هم قطع کنیم. متخصصان تاکید میکنن بهترین راه مبارزه با بیماری کرونا و بستن راه انتقال اون در خونه موندن و رعایت موارد بهداشتی به ویژه شستن مکرر دستها، سفر نکردن و حضور نیافتن در تجمعات. به این تصاویر با دقت نگاه کنید. این ویدیو یک نمونه از اثر پروانه است. اثبات شده گاهی اوقات ارتعاش حاصل از بال زدن یک پروانه کوچک می تواند باعث ایجاد اتفاقات بزرگ و سهمگین شود. شاید این ویدیو نشان دهد چگونه یک اشتباه کوچک و جزئی می تواند سرنوشت دیگران را به طور کامل تغییر دهد. درست مثل شرایط کنونی، شرایط شیوع ویروس کرونا که ممکن است اقدامی مثل یک سفر غیر ضروری بسیاری را به کام بیماری بفرستد. آمارها نشان می‌دهد بسیاری از ماها هنوز خطرات ناشی از کارهایی که این روزها انجام می‌دهیم را نمی‌دانیم. متأسفانه بر اساس نظرسنجی ما در کلان شهر تهران
60% مردم علی‌رغم همه توسعه بهداشتی و درمانی و مسائل مختلف اطلاع رسانی و اخباری که صورت گرفته معتقد بیماری رو جدی نگرفتن و متاسفانه هنوز هم بعضی ها گوششان به توصیه‌ها برای نرفتن به سفرهای تفریحی بدهکار نیست. درخواست اکید ما از مردم این است که به استان‌های شمالی کشور سفر نکنند که این بیماری باید زنجیرش جای قطع بشه. بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا به مرحله همه‌گیری رسیده است و این مسئله را نباید دست کم گرفت. مردم به شوخی گرفتن قضیه رو، بیشتر درگیر کلیپ و اسمس و جوک هستن تا اینکه به این قضیه جدی بگیرن. امیدوارم که به جایی نرسه که همه به پشیمونی برسن، دو ماه دیگه بگن ای کاش تو خونه نشسته بودیم. به عنوان یه برادر دارم میگم خود دستم خواهش هستم میکنم نیاد بیرون ایتالی. این روزها بیماری کرونا از هر زمان دیگری به ما نزدیکتر است. امترین جا این روزها خونه های خود ماست، پس در خونه هامون بمونیم. امیر شیامر، خبرگزاری صدا و سیما. فکر کنم 2 ساعت پیش بود، همین صبح دیشب وقتی شرایط سخت. آخرین باری که دعا کردم تقریبا میشه گفت 5 دقیقه قبل. حتما دعا جا و مکان خاصی نداره. کلن دعا رو دوست دارم، دعا بهم یه آرامشی میده که تو هیچ چیزی پیدا نمی کنم. تا حالا نشده، دعا کنم دعا مستجاب نشه. برای رفع بلا، برای رفع نگرانی، برای نگهداری از خودمون، خانوادمون. همیشه دعا میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه خدا چیزی رو تو زندگیم بهم داد که دنبالش میگشتم. دعا میکنم که اولا اینکه همه مردم ایران سلامت باشن، دلشون خوش باشه. دعای سلامتی فکر می‌کنم بهترین دعاست برای همه. بیمارای روی تخت بیمارستان دعا می‌کنم. دوست دارم هر چه زودتر شفا پیدا کنن. بیان توی اجتماع دوباره بین مردم باشن. از خداوند خواستم واقعاً این ویروس رو از جهان نیستش کنن. برای همنوع خودش دعا بکنه، مطمئن باش برای خودشم گیرا میشه. همه دارن دعا می‌کنن برای هم دیگه. ان‌شاءالله که جواب بگیریم. اون خدا کریمه آقا، خدا بزرگه، تو همه چی کمک کرده، نه اینجا، همه جا کمکمون کرده. آره خدا خیلی مهربونه، قطعا مستجاب میشه. جهش آمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا همزمان با اعلام رسمی اون در سایت سازمان جهانی بهداشت، رئیس جمهور آمریکا را مجبور به عقب نشینی از مواضع قبلی خودش کرد. اعلام مرگ 38 نفر و ابتلای بیش از 1300 نفر به ویروس کرونا موجب شد تا دونالد ترامپ رسما با کوتاه آمدن از مواضع قبلی خودش تمام پروازهای اروپا به آمریکا رو به مدت 1 ماه تعلیق کنه. اظهارات ترامپ در حالیه که وی پیشتر با بی‌اعتنایی سعی داشت اوضاع بهداشت و درمان در آمریکا رو آروم نشون بده. در آلمان هم با فراگیر شدن ویروس کرونا، صدر اعظم این کشور با اعلام ناتوانی از ساخت واکسن کرونا گفت با این روند احتمال ابتلا 70% آلمانی‌ها به کرونا وجود خواهد داشت. روند تصاعدی شیوع ویروس کرونا در اروپا و آمریکا در حالیه که آمارهای ابتلا و مرگ و میر بر اثر شیوع ویروس کرونا در چین همچنان به طور چشمگیری در حال کاهش. آمار کرونا در چین همچنان روی نوار کاهش. بر اساس آنچه مسئولان بهداشت و درمان چین از آمار شیوع کرونا در 2 استان ووهان و هوبی اعلام کردند، روند کاهش مبتلایان و افزایش بهبود یافتگان هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد. آخرین آمارها در چین نشان می‌دهد 63 هزار نفر تاکنون بهبود یافتند و شمار جان باختگان هم در 24 ساعت گذشته به 11 نفر کاهش یافته. این آمار شگفت‌انگیز آن هم در کشور 1.5 میلیاردی چین نوید بخش یک اتفاق بزرگ در زمینه مهار ویروس کرونا است. 2 روز پس از حضور رئیس جمهور چین در استان ووهان، حالا مقامات استان هوبی، دومین استان درگیر این بیماری، هم از کاهش محدودیت‌های سفر و قرنطینه شهروندان خبر دادند. دستاورد چینی‌ها در مهار تقریبی کرونا ویروس در حالی است که نمودارهای جهانی از رشد تصاعدی ابتلا و مرگ و میر در بسیاری از مناطق از جمله اروپا و آمریکا خبر می‌دهند. بر اساس نمودارهای منتشر شده، رشد کرونا در آمریکا به شکلی تصاعدی همانند الگوی نموداری ایتالیا در حال حرکت است و تاکنون منجر به مرگ 38 نفر و ابتلای 1329 تن شده.
آماری که رئیس جمهور آمریکا را هم مجبور به اعتراف به بحرانی بودن اوضاع در این کشور کرد تا با چرخش 180 درجه‌ای مواضع قبلی خود تعطیلی مدارس و تعلیق یک ماهه همه پروازهای اروپا به آمریکا را اعلام کند. ما برای جلوگیری از ورود موارد جدید به آمریکا همه سفرها از اروپا به آمریکا را در 30 روز آینده به حالت تعلیق در خواهیم آورد. این قوانین جدید از اواسط شب جمعه اجرا می شود. این ممنوعیت علاوه بر اینکه بر روی موارد بسیاری در تجارت و حمل و نقل اعمال خواهد شد، بلکه بر دیگر موارد مختلف و هر چیزی که از اروپا به آمریکا می آید نیز اعمال می شود. همزمان در چند ایالت آمریکا از جمله ماساچوست حالت فوق‌العاده اعلام و در واشنگتن نیز تمام مراسم و رویدادها تعطیل شد. لغو مسابقات لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا و تعلیق سفرهای انتخاباتی ترامپ در کلرادو و نوادا به دلیل شیوع ویروس کرونا هم در صدر اخبار کرونایی در آمریکا بود. ورود دیپلمات‌های جهان به نیویورک و مقر سازمان ملل به خاطر بحث ویزا و کرونا بسیار دشوار شده. خود سازمان ملل بسیاری از نشست‌های خودش رو لغو کرده یا اگر خیلی اهمیت داشته باشه مثل شورای امنیت یا مجمع عمومی خیلی خیلی محدود کرده این نشست‌ها رو. بازدیدهای عمومی رو هم که مدتی کنسل کرده و به نظر میرسه که با توجه به شرایط فعلی ایام دشوارتری هم برای این سازمان در پیش باشه. روزهایی که به نوعی کم نظیر یا بی نظیره در طول تاریخ سازمان ملل که اینقدر خلوت و اینقدر در آلمان هم در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و ابتلای نمایندگان پارلمان این کشور، صدر اعظم آلمان با اعلام ناتوانی در ساخت واکسن این ویروس گفت در شرایطی که هیچ درمانی برای کرونا نداریم احتمال ابتلای 70% مردم آلمان به این بیماری وجود دارد. ما باید این را بدانیم که وقتی ویروسی وجود دارد که مردم هیچ ایمنی، هیچ واکسن و هیچ درمانی در برابرش ندارند، این یعنی آن که درصد بالاتری از مردم امکان ابتلا به آن را دارند. متخصصان این درصد را 60-70% ابتلا اعلام کردند و این در شرایطی است که وضع به همین شکل باقی بماند. در ایتالیا هم که دومین کشور درگیر ویروس کرونا است، تنها در 24 ساعت گذشته 2076 نفر به این بیماری مبتلا شدند تا شمار کل مبتلایان در این کشور به 12462 نفر برسد. 827 نفر هم تا کنون بر اثر بیماری کرونا در ایتالیا جان خود را از دست دادند. در مجموع در حال حاضر بیش از 126400 مورد ابتلا در سراسر جهان گزارش شده که از این تعداد 4635 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. خب بینندگان محترم، برای اطلاع از آخرین آمار، اطلاعات و جزئیات شیوع بیماری کرونا در کشورمون و همینطور شنیدن تازه ترین تصمیمات و توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا، میریم به ساختمان مرکزی وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر جهانپور، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا. آقای دکتر سلام بر شما، منتظر شنیدن گزارش امروز شما هستیم. سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و هموطنان عزیزمون، در خدمت شما هستم. عرض کنم خدمت شما جناب آقای حیدری عزیز، من از فرصت استفاده میکنم با توجه به اینکه ما ظرف یک دو روز اخیر گزارش هایی از نتایج سازنده بسیج عمومی مقابله با کرونا در برخی از استان ها داشتیم. اقدامات مداخله‌ای که انجام شده بود با مشارکت بیش از 52 هزار نفر از همکاران خودمون، علاوه بر اون تعامل و حمایت و حضور عزیزانمون داوطلبان سازمان‌های مردم نهاد، مؤسسات خیریه، بسیج و نیروی مقاومت بسیج و جمعیت هلال احمر، ما گزارش‌های خوبی از کاهش بار مراجعات یا بستری در برخی از استان‌ها، در این به خصوص 5 استانی که در گام اول بسیج و اقدامات مداخله انجام شد داشتیم. این بسیج و این طرح عمومی انشاءالله در سراسر کشور صورت خواهد گرفت و ما انشاءالله سرعت بیشتر مدیریت کامل بیماری و این ویروس رو و البته حضور فعال در نقاط آغازین و مراحل اولیه ابتلا یا تشکیک و ظن به ابتلا رو در افراد خواهیم داشت، همچنین رصد و پایش حد اکثری رو در روستاها، شهرها در مورد افرادی که ممکنه به عنوان مظنون به ابتلا، مشکوک یا محتمل
به هر حال در منازلشون تحت نظر با قرنطینه باشن خواهیم داشت، مضافاً بر اون که اقدامات درمانی در مورد افراد مشکوک یا مبتلایی که در مراکز معین هستن هم ادامه پیدا خواهد کرد. ما هنوز هم معتقدیم مردم عزیزمون دقت کنن، موضوع یا شعار در خانه بمانیم رو عملیاتی کنن. ما نیاز به این داریم بیش از 60% یا 2/3 فعالیت‌های روزمره، رفت و آمدها و ترددها و مراودات کاهش پیدا کنه. تک تک ما میتونیم این محاسبه رو داشته باشیم، این خود محاسبگی رو همزمان جهت خود مراقبتی داشته باشیم که آیا ما واقعا تونستیم که مناسبت‌ها، رفت و آمدها و تعاملات و مراودات و ترددهامون رو به 2/3 کاهش بدیم، یعنی به 1/3 برسونیم یا خیر. اگه این اقدام صورت گرفته باشه قطعا مطمئن باشیم که در اون خانواده، در اون محله، در اون شهر یا روستا، در اون استان اتفاقات مثبتی رو ما ظرف روزهای آینده در مهار و کنترل بیماری خواهیم داشت. عکس این هم البته صادق هست. متاسفانه ما در بسیاری از نقاط، در حالی که در بسیاری از نقاط این نقطه مثبت رو، یعنی مشارکت همگانی و جدیت و هوشیاری رو داریم، در برخی شهرها حتی در پایتخت حس می‌کنیم که شاید همچنان نیمی از مردم این موضوع رو آنگونه که باید جدی نگرفتن. در خانه بمانیم رو جدی بگیریم، خود مراقبتی و دیگر مراقبتی رو جدی بگیریم تا دولت‌ها و نظام سلامت هم با اقدامات مداخله خودشون بتونن زمینه کنترل و مهار بیماری رو فراهم کنن. 80% ماجرا بر عهده مشارکت مردم است قطعا، و 20% هم اقدامات مداخله که در قالب بسیج عمومی شکل گرفته. امروز ما بررسی می‌کنیم اسناد سازمان جهانی بهداشت و مؤسسات بین‌المللی و پروتکل‌های پیشنهادی رو، چون به هر حال اعلام پاندمی و همه‌گیری جهانی شده، چیزی فراتر از اون طراحی‌ها، برنامه‌ریزی و پلنینگی که همکاران ما ظرف هفته‌های اخیر انجام دادن و حداقل در 5 استان پوشش حداکثری ایجاد کردن و در استان‌های دیگه هم ظرف روزهای آینده این طرح گسترش پیدا کرد، چیزی بیشتر از اون حداقل بنده ندیدم. دوستان همکاران متخصصین دیگه هم همین نظر رو داشتن. امروز خدمت شما عرض کنم جناب حیدری، مردم عزیزمون در جریان باشن، ظرف 24 ساعت گذشته حداقل 1075 مورد جدید ابتلا رو ما گزارش دریافت کردیم و 10075 مورد، با احتساب این 1075 مورد ما ظرف همه روزهای گذشته تا امروز بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس یافته قطعی و نتیجه نهایی تست آزمایشگاهی داشتیم که متاسفانه 75 نفر هم ظرف 24 ساعت گذشته از افرادی که از قبل بستری بودن، نیاز مراقبت‌های ویژه داشتن، حال عمومی خوبی نداشتن، متاسفانه جان خودشون رو در 24 ساعت گذشته از دست دادن. با احتساب این جمع ما 429 نفر رو تا امروز به طور قطع و مسجل ناشی از ابتلا به این بیماری از دست دادیم و دیگه در میان ما نیستند. و خوشبختانه مسرت بخش، نوید بخش و امیدوار کننده این که با تلاش همکارانمون، با دعای خیر مردم عزیزمون و با الطاف الهی 3276 نفر تا ظهر امروز از مجموع مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19 از بیمارستان‌ها با حال عمومی خوب مرخص شدند. اتفاق مثبت و البته چشمگیری است. در این حال امیدواریم اقدامات مراقبتی که مردم عزیزمون انجام میدن با جدیت، مراقبت از خود و دیگران، زمینه فراهم کنه که ما روزهای آتی بتونیم خبرهای مثبت بیشتر و این خبرهای آزاردهنده مثل درگذشت یا ابتلا رو کمتر در خدمت مردم عزیزمون ارائه کنیم ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر جهانپور، سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا. بایدها و نبایدهای استفاده از مواد ضد عفونی کننده. با رعایت شرایط استفاده از مواد ضد عفونی کننده برای دست و سطو، هم از اسراف میتونیم جلوگیری کنیم، هم به درستی ضد عفونی کنیم. این روزا همه به دنبال ژل و مواد ضد عفونی کننده دست هستن، اما آیا روش صحیح استفاده از اون رو میدونید؟ لازم نیست کلی تو دستتون بریزید. به اندازه یک سکه کوچیک از ضد عفونی کننده ها کف دستتون بریزید، دست ها رو به هم بمالید و کل دست رو پوشش بدید، حتی میون انگشتانتون رو. این کار رو اونقدر ادامه بدید تا ماده ضد عفونی کننده روی پوستتون خشک بشه. حدوداً 20 ثانیه طول میکشه تا ویروس ها و میکروب ها کشته بشن. برای ضد عفونی کردن سوتو هم اگر از اسپری های ضد عفونی کننده یا محتوی سفید کننده استفاده میکنید، اسپری کنید و بذارید نفوذ کنه. حدوداً 10 دقیقه طول میکشه تا خشک بشه. اما اگر از دستمال های مرطوب ضد عفونی کننده برای سوتو استفاده میکنید، لازم نیست 10 دقیقه بذارید بمونه. مراقب خودتون باشید.
این روزها حتما شما هم از فداکاری‌های پرستاران و پزشکان متعهد زیاد شنیدید. اگه می‌خواید باری از دوش این قهرمانان سلامت بردارید، این گزارش رو ببینید و به اون حسابی توجه کنید. این تصویر بازار امروز قزوینه. مردم هنوز کووید 19 رو جدی نگرفتن. همه جا رفتیم دیگه. مکان‌های عمومی میرفت. آره نیه. من رفتم یه جایی، حالا نمیدونم، اونجا با یکی دو نفر دست دادیم. امروز دیدیم درد کشیده‌ای که طبیب بود. تنگی نفس خیلی بدی داشتم. اصلا نمیتونستم نفس بکشم. کشیدم که دارم میگم اصلا نیاد بیرون. چطور باید کرونا رو شکست بدی؟ اول کسایی که میتونن شکست بدن مردم هستن که این زنجیره رو قطع بکنن. هر چقدر شیوعش بیشتر باشه، درگیری بیشتر، بیماران بیشتر و خب به همون نسبت مرگ بیشتر داره. بشینن تو خونه هاشون فقط به مدت یه هفته تا 10 روز. صادقانه بگم دل به کرونا زدن آسون نیست. دخترم 5 سالشه. 2 هفته دخترم بغل نکردم، بوسش نکردم. واقعا شرایط خیلی سختی داریم. حداقل مردم به خاطر ما رعایت کنن. 10 روزه از خانوادم دورم. خواهش میکنم رعایت کنید. در هر شرایطی هم باشه میدونو ترک نمیکنید. در جنگ با کرونا از سربازان خط مقدم پشتیبانی کنید. تدارکات بود، خانوما میومدن پشتیبانی کردن پشت جبهه را. شما الان پشتیبانی که میتونید از ما انجام بدید اینه که تو خونه هاتون بمونید حداقل امکان. آخه چه لزومی داره سفر برید؟ تلاش جهانی برای مبارزه با این ویروس ادامه داره. کرونا رو شکست میدیم با همت مسئولین و همراهی مردم. سمیه سفری، خبرگزاری صدا و سیما، قزوین. وقتی دانش ایرانی شایعه‌ها رو باید میکنه. یک شرکت دانش بنیان در اصفهان با طراحی و راه اندازی خط تولید ماسک بهداشتی در کمتر از 10 روز تونست چرخ تولید ماسک رو در کشور با سرعت بیشتری بچرخونه. در موقع نیاز پا به میدان گذاشتن تلاشگران عرصه صنعت. من به اجازه مسئول وزارت بهداشت پیغام دادم که اگر کاری از دست ما برمیاد ما آماده هستیم که کمک بدیم به وزارت بهداشت و فوریشون به من پیغام دادن که تو بحث ماسک و مواد ضد عفونی کنند. عزمشان را جذب کردند برای دستیابی به دانشی که تنها در انحصار کشورهای اروپایی و چین بود، آن هم در روزهایی که خط تولیدش را به ما نمیدادند. ما در عرض 10 روز تونستیم این دانش رو به دست بیاریم. پر انرژی و امیدوار فرزندان این مرز و بوم آنقدر تلاش کردند تا توانستند ضمن دستیابی به دانش ساخت دستگاه تولید ماسک 8 خط تولید هم راه اندازی کنند. تولید کننده دستگاه ماسک نبودیم هیچ موقع. ما فقط یه شرکت دانش بنیان بودیم که تو حوزه تولید تجهیزات پزشکی فعالیت داشتیم، ولی با توجه به این نیاز که تو کشور مطرح شد موفق شدیم که به دانش ساخت این دستگاه دست پیدا کنیم. برای طراحی و ساخت این دستگاه 500 میلیون تومان هزینه شده است. یه کار بی‌نظیر در دنیا هست، یعنی اینی که شما بتوانید خط تولیدی بسازید که تا حالا کار شما نبوده. کار خیلی سختی بود، تونستیم فقط از روی عکس و فیلم این خط تولید را بندازیم و الحمدلله موفقیت آمیز بود. هم اکنون این دستگاه توان تولید 2 ماسک در هر ثانیه را دارد. 10 روزه که بچه‌ها حتی خونه نرفتن. واسادم پای کار از تیم آرندی واحد تخریب و توسعه ما، واحد مکانیک ما، خط تولید ما، همه دست به دست هم دادن. 100 متخصص شرکت دانش بنیان بهیار صنعت سپاهان توانمندیشان را زمانی به نمایش گذاشتند که صنعتگران چشم به علم و ایده آنها دوخته بودند. سعی کردیم که دستگاهی را بسازیم که بتونیم سریعا در اختیار تولید کنندگان ماسک و همچنین بتونیم با خدمات پس از فروش سریع پشتیبان اونها باشیم. به روزترین دستگاه رو تونستیم آرندی کنیم و بسازیم. اینجاست که باید گفت دانش است که عامل و محرک اصلی رشد، توسعه، تولید، ثروت و اشتغال و رفع مشکلات کشور است. این شرکت دانش بنیان با تکیه بر توان متخصصانش قادر به ساخت ماهانه 20 دستگاه تولید ماسک، دستگاهی که قیمتش 1/2 نمونه مشابه خارجیه. از هم خبرگزاری صدا و سیما، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان. یا من تو حل بهی و بدل مکار، ذلت لقدرتک السعر،
بسیج ملی برای شکست دادن ویروس کرونا. یکی از راه‌های مقابله با ویروس کووید 19 یا همان کرونا استفاده حداکثری از خدمات آنلاین بانکداری دیجیتال به ویژه خدمات الکترونیک بانک است. با وجود توصیه اکید کارشناسان به اینکه مشتریان بانک‌ها برای مراقبت از سلامت خودشون و دیگران مراجعه به شعب بانک‌ها رو به حداقل ممکن کاهش بدن و بیشتر از خدمات غیر حضوری نظیر سامانه‌های اینترنت بانک و موبایل بانک استفاده کنند، برخی از هموطنان کمتر رعایت می‌کنند. برخی از مشتریان بانک‌ها میگن پایین بودن سقف نقل و انتقال از طریق سامانه‌های آنلاین یکی از علل مراجعه حضوری به بانک است. این روزها به دلیل گسترش ویروس کرونا توصیه‌های بسیاری برای بیرون نیامدن از منزل و انجام ندادن کارهای غیر ضروری شنیده میشه. اما بانک‌ها یکی از مکان‌هایی هستند که مشتریان همچنان در تعداد زیاد به صورت حضوری به اونها مراجعه می‌کنند. متأسفانه بازم می‌بینیم که توجه کمتری میشه و عزیزانمون متأسفانه بیشتر تشریف آوردن تو شعبه. خیلی‌هاشون غیر ضروریه واقعا، چون مثلا میان کارتی رو تمدید می‌کنن که 3 ماه 4 ماه هنوز مهلت داره. مشتری داشتیم که دنبال افتتاح سپرده 5 ساله بودن. بازم برای 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان برای کارت به کارت به شعبه مراجعه می‌کنن. تمام چکه، این همه چک امروز آوردن؟ بله، اینا هم سند امروز. البته همین حضور غیر ضروری هم گاهن بدون رعایت نکات بهداشتی انجام میشه. دیروز خانم اومد بیمار دیابتیه، نه ماسک زده، نه دستکش زده، نه خودکار آورده، میاد راحت کارش انجام میدم. حدود 15 نفر فقط ما در جریانیم که متاسفانه همکارای خودمون از دست رفتن. ما مردم خواهش میکنیم به خاطر سلامتی خودشون کمتر مراجعه کنم به بانک‌ها. به سراغ بعضی از این مشتریای بانکی رفتم تا دلیل حضور فیزیکیشون تو شعبه بانک رو بپرسم. نشنی نباید بیای بانک. چرا؟ حالا اومدی که؟ خب یه کارایی رو نمیشه غیر حضوری انجام داد. مثلا کار شما چی بود؟ خیلی واجب بود. من می‌خواستم حساب باز کنم. بعد اومدم باز کردم. آقا نمیتونستین کارتون رو از خونه یا اینترنتی انجام بدین؟ والا چک باید هرچم اصرار کردیم چک بمونه بریزیم به حساب، گفتم به خاطر بحث مالیاتی نه باید بری بانک بگیری. یعنی با خود داری دستکشینا خلا نیوردی، خودکار داری دستت میگیری. عجله‌ای اومدیم دیگه وقت نشد. این در حالیه که بانک‌ها شرایط ویژه‌ای برای انجام اکثر این فعالیت‌ها به صورت غیر حضوری برای مردم ایجاد کردن. بدون داشتن کارت به واسطه رمز سوم میتونن از ATM پول برداشت کنن. تا پایان سال تمام تاریخ‌های کارت‌ها تمدید شده و میتونن از همون کارت‌های قبلیشون استفاده کنن. الان تو بحث همراه بانک از این به سر میتونه استفاده کنه و خدمات بانکی بگیری. ضمناً کسانی که از بانک‌ها وام دریافت کردن در صورتی که به دلیل شیوع ویروس کرونا متحمل ضرر و زیانی شده باشن میتونن پرداخت اقساط وام‌های خودشون رو تا 3 ماه به تعویق بندازن. کسب و کارهای خرد خصوصا یا خدماتی اینا، همه اینا را تصمیم بر این شد که 3 ماه اقساطشون نگیریم تا پایان اردیبهشت ماه، هیچ جریمه هم برایشون شامل نشه و به آخر دوره انتقال پیدا کنه. از روز گذشته دریافت و پرداخت پول نقد توسط بانک ها ممنوع شده و قراره که دستگاه های خودپرداز هم کم کم مقدار پول پرداختی خودشون رو کاهش بدن تا از گسترش ویروس کرونا از طریق اسکناس ها و اسناد بانکی جلوگیری بشه. با اینکه ساعت حدود 2 بعد از ظهر، اما همونطور که در تصویر مشخصه هنوز تعداد بسیاری از مردم برای انجام کارهای بانکیشون به صورت حضوری به این شعبه مراجعه کردن. کارکنان بانک‌ها به خاطر فعالیت خاصی که انجام میدن هنوز باید در محل کارشون حتی با وجود شیوع ویروس کرونا حضور پیدا بکنن و من و شما میتونیم با به تعویق انداختن کارهای غیر ضروری بانکی و یا انجام بسیاری از فعالیت‌های بانکی میشه از طریق غیر حضوری انجامش داد، هم به خودمون و هم به دوستانی که در شعب بانک‌ها کار میکنن کمک ویژه‌ای بکنیم. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما. رئیس کل بانک مرکزی از تعویق 3 ماهه پرداخت اقساط تسهیلات برخی مشاغل که از شیوع ویروس کرونا آسیب دیدند خبر داده و گفته دولت مشاغل و گروهایی که مشمول این مهلت میشن رو مشخص کرده. هفته گذشته در شورای پول اعتباری مصوبه خوبی داشتیم که کمک بکنیم به صاحبان کسب و کارهایی که آسیب دیدن بتونن تحصیلاتشون رو 3 ماه پرداختش رو به تعویق بندازن. در جلسه شورای پول اعتبار مصوبه شد که نوع مصادیق در واقع کسب و کارها رو دولت تعیین بکنه. دولت خودش یک کمیته از اعضای
هیئت وزیران تعیین کرد که این کمیته که بانک مرکزی هم جزوشه با ریاست معاونت محترم اقتصادی مصادیق رو تعیین بکنن و به بانک مرکزی اعلام کنن. این مصادیق رو دیشب اعلام کردن، ما حدود در 10 گروه این رو اعلام کردیم. البته یکی دو تا تقاضا امروز اومده که من اون تقاضاها رو دوباره منعکس کردم به کمیته. انشالله ما بتونیم کمک بکنیم که مردم این مقطع امیدواریم خیلی کوتاه باشه رو بگذرونن و اقتصاد دوباره به حالت عادی خودش برگرده. البته در مورد وام‌های غزل الحسنه ما هیچ شرطی نذاشتیم، یعنی بانک‌ها موظف هستن 3 ماه هر کی وام غزل الحسنه گرفته تحصیلاتش رو به تعویق بندازه. وام‌های غزل الحسنه فرمودید ظاهرا برخی بانک‌ها یه مقدار همکاری نمی‌کنن. نه، همه باید بکنن، اگه نکنن تخلف کردن که مصوبه گفته لازم الاجراست، باید همه بانک‌ها انجام بدن. اگر بانک‌ها دوچاره جریان نقدینگی که بشن حتما بانک مرکزی پشتیبانی میکنه و منابع مالی رو برای اونهایی که مشکل پیدا کنن تامین خواهیم کرد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین در نامه‌ای به رئیس صندوق بین‌المللی پول بهره‌مندی از حق و سهم ایران از تحصیلات 50 میلیارد دلاری سریع صندوق بین‌المللی پول را خواستار شد. آقای همتی در فضای مجازی خطاب به خانم گورگیوگیوا رئیس صندوق بین‌المللی پول نوشت با شیوع گسترده ویروس کرونا و ضرورت ادامه پرقدرت اقدامات پیشگیرانه درمان و مقابله با آن، با توجه به سهمیه ایران در صندوق، بهره‌مندی از تحصیلات تأمین مالی سری به میزان 5 میلیارد دلار ضروری است.